سلام خالص سید عزیز خاک پاد خالو یا نوکتم خاک پاد عزیز خالو سید عزیز عزیز خالو خاک پاد آقا شرمنده تم دیر وقت وای سرعت میکردیم لختش هستیم ببخشید لختتم قشنگ راز میکنم خاک پادم سید جان چه خبر سید آموزا من نوکرتم آموزا عزیز آموزا خاک پاد عزیز روحت همه چیز قشنگه دار شمایی قربونت برم سه جان دورت بگردم داداش حمید بده تو بشم چه خبر سه جان والله قربونت برم خوب همیشه خوبیم امروز آقا داشت. امروز کلی حال کردیم ما امروز خندیدیم تو اینا خالو سارا خالو سعید خالو سعید عزیز مخلص 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 چه خبر خاک پادم خوبی سراری نوکردم فدادمون چه خبر ها سلامتی تو کردم خوبی سراری همه چی خوبه دادا شکر خوب آقا ما امروز برای بچه‌ها تعریف کردیم گفتیم آقا ما یک دو روز دپرس بودیم گفتیم خدای جریان چیه من چرا چیز یادین ما آقا رفتیم تست خون دادیم دیدیم بابا کم بوده هری جون داری جون هری کلا از سر بادم دیگه یه مدت نگفته بودم خدا وکیلی آقا بودم آقا معتاد شده بودیم حالا نگ خودم خبر داری این عجب سه چه خبر سه چه خبر سه جان اوضاع چطوره والا همه چی خوبه شکر خدا الحمدلله دست به دعای دارش خوبه هانیکونا و سربلندی تمام ملت ایران الهی آمین آقا الهی آمین نابودی هرچی آدم به درد نخوره هرچی آدم انگله هرچی آدم مخبره هرچی آدم کاشفه هرچی آدم بی وجوده هرچی آدمی که بچه مردم بدبخت میکنه هرچی آدم هرچی آدم مواد فروش باید یه دونه بکنی تو کونش بزنی از اینجاش بزنه بیرون درود به شرفتون درود به شرفتون یعنی باید یه هفت را تو کونش خالی کنی هرچی آدم آدم فروش و آدم مخبر و دیگه میدونی کیو میگم دیگه نفس دست خودت بابا همون خزینه رو داداش خزینه رو دریابی اون داوود خزینه بیناموز لاشیزاده است لاشیزاده خانواده کونیه داود هزینه رو مادرش کردا گاییدن خواهرش رو ترکا به خاطر همین قاطی کرده فش میده غیر از اینم نیست سید غیر از اینم نیست که خواهرش و مادرش رو سعادت داود هزینه گذشت از این که مادرش رو کردا کردن خواهرش رو ترکا خودش هم هانیکونا به عنوان که کرده یه پسند کرد زده به اسمش خودش کرده یعنی با هم چون تو نگبازی میکنن با هانی داود هزینه به خاطر این یه ذره ریخته به هم اومدم به کردا و ترکا دوتا چون در یه قاب ای جون دوتا چون تو یه شب به قرآن مجید دوتا چون تو یه شب والا به خدا به امام حسین غیر از این داش مجید کاویانی عشق منه داش مجید کاویانی از بچه های اشتهار قلبن قلب بچه های اشتهار قلب آقا مجید دیگه هم داریم بچه های خوب لندن هم کردل ایلام هم هسته خواهشات یا آموزا عشق ما داداش رفیقه تا هم رفیقه ما سید ما نوکری کنیم همه داداشیم عشق منی چه خبر خودت خوبی؟ من خوبم داداشی به مولا خوبیم شکر خدا نفسی میاد و میره ایشالا کار شما هم ردیب شد ببینیم اتون زود زیاد نوکرتم هستیم آقا چطور سید بارونیه مثل اینکه دوباره نه این 3-4-5 روزه که گذشت خیلی خوب بود هوا گرم الان یه نمه خنک شد بعد عید میایم لندن داداش بعد عید لندنی یا خدا یا خدا آقا دست به دعا بشیم از همی حالا یا خدا ما نو کردیم ما به خودت مینازیم سید به خودت مینازیم داداش شما سلاطین این شما آقا ما کرد بی خود پنجون نداریم کرد پلاستیکی نداریم هرکی گفته برای کس ننش گفته شما عشق منین هرچی کرد کل دنیا تو کل دنیا تاج دارم پرچم دارم عشق خودمی داشت عشق خودمی این اینایی هم که اسم میبری پول نمی کنن این جوره مال هیچ حرفی هم نیستن این بیناموس داوود هزینه هم یه آدم کثیف به درد نخور
یعنی مقصد هم لاسته از خودش وجود نهاره. بسته در دکونش بسته یکی دو روزه شنید. به جون همه کس هم دو بار سه بار هم سه رفتیم، یعنی پرم رفتیم، رفتیم در دکونش خدا شاهده اصلا بسته بود. اولین بار یه زنی اونجا گذاشته بود، گفتیم کجاست که از اینجا رفته و فلان. سه چهار بارم رفتیم در دکونش. دمتون گرم. بیه ولی مسئله هستش خدا بیامرز چیزا میگفت تخت جمشید تخت داره، خار گایدن وقت داره، هر چیزی به موقعش، این خارکوسن به موقعش، اون از قصه به چیز به در نمیره داداش. هر بجی کرد، هر بجی تور، با هر کسی مشکل داره. آره کار نداره، اون همه چیز هر کسی پتوای خودش میده، تو چونی بودن، تو اینکه بیناموس بودن، تو اینکه مواد فروختن، تو اینکه پتوای خودش داده، همه میدونن داداش، همه میدونن. اگه با رستوران و این چرت و پرتا یارو میلیاردر نمیشه، یارو پول در نمیاره. اگه با اینکه بچه مردم بدبخت کنی، به قولی یارو گفتنی چهار تا بیناموسی بکنی، ولی خب از این قصه در نمیره که بخواد با یکی مشکل داشته باشه، بخواد قومیت کرد و خوش بگیره، در نمیره. کلیپ هم بده بیرون، من اطلاع موثق دارم که بلکنش نیستم، من مطمئن نمیدم. حتی هم بیاد کلیپ بده خوار مادرشو میگاییم سید، به ارواح مردم، به جان ستاییم. و سه بار رفتیم در مغازش نبوده. خب آقا میگی نیاد بیرون، میگی گیر نکنه، میشه یه بار دو بار سه بار گیر میکنه، خودش هم میاد، ولی جوری بزنیمش خدا شاهد زمین و گاز بگیره بیناموس، همینجوری بلش میکنیم. عمرن شرکرم برای عزیز منم، برای عزیز من، خدا بی نگهتان. هر یه آدم بیناموستر از خودشم. با هر کی که مشکل داره سید، نباید تردیش. الان من آقا مثلا با قومیت لور، ترک، فارس، کرد مشکل دارم، نباید آماری فوش آماری به همه بده. نباید، بالاخره تو هر قومی بین عرب، ترک، لور، فارس همه خوب داره، همه بد داره، ولی با یکی مشکل داره نباید بگه ترک کرد، نباید بگه هرچی ترک هرچی کرده. اون در حدی نیستش که بخواد دو تا قومیت بزرگ و زیر فوش بده، شرایط این صحبت ها رو نداره. کسی باشه که به این حرفا، کسی هم باشه که به این حرفا بخوره سید، باز آدم تو وجودش میگنجه، میگه بابا تو وجودش هستش، بالاخره تکی حریف ده نفرشون هستش، ولی اونی که از سوراخ چونش هم نمیتونه محافظت کنه، 50 تا بادیگارد داره، پول میده هفته 100,000 لیر داره میده به کارگر پلیس ترکیه یا آورده دم رستورانش، و پس اون نمیتونه، اون مال این حرفا نیستش. کسی که اینجوری فوش میده آماری، باید مال این حرفا باشه، باید تک و تنیا بیاد داخل خیابون بچرخه، ولی اون آره بیاد داخل خیابون فیلم بگیره، دور و برش هیچ کی نباشه، اون موقع ما میگیم آره مردش هست. ایوالله دمت گرم. اون از داخل پارکینگش میشینه داخل یه ماشین، میاد بیرون سری فیلم میگیره داخل خونه، چهار تا فیلم میگیره. خب همه تو خونه خودش، منم الان میتونم فوش بدم کل ایران رو فوش بگیرم. تا کی میخواد اینجوری بکنه؟ تا کی؟ نه اون گیر میافتاد. این مردم ایران هم ساده لو هم، سه طرف فالوور به قرآن داره از این مردم، یعنی پولشو داره با این مردم در میاره. خب این برای خودش این اسلام این اسلام زده، نمیدونم این چی بهش میگن، چی اسمش، بازی مازی و کازینو مازینو، از اینا زده، از مردم داره پول میگیره، از این ور به همین مردمی که داره پیش الان، از بعد همین ملت که دارن پول میریزن تو جیبش، همه رو گرفته زیر فوش، همه رو. آقا از این 1,000,000 خورده ای که فالو داره کورت نداره توشون، ترک چرا نداره، فالو نمیکنن. همون اصلا میدونی چیه سید، نمیدونم به قرآن بعضیا چرا اینجوری هن، یارو میاد پشت یارو صحبت میکنه، از این برم میره نمیدونم عکس یارو لایک میکنه، برای یارو کامنت میذاره، بابا تو خودم با خودت نمیدونی چند چندی، یارو داره فوش میده، فوش آماری داره میده به دو تا قومیت. دقیقا. ما اون شب اینجا بهش زنگ زدیم، یکی از رفیقام واسطه گری کرد، گفت بیخیال شید و فلان از این صحبت ها. زنگ زده بهش، پشت تلفن میگه من اصلا با کرد و ترکای ایران نبودم، با کرد و ترکای ترکیه بودم. گفتم مگه کرد و ترکای، گفتم مگه کرد، داداش منم برگشتم،
گفتم داداش منم برگشتم گفتم مگه کردای ترکیه، کردای ترکیه یا ترکای ترکیه بلدن فارسی؟ آه؟ مگه فارسی بلدن؟ تو فارسی فوش دادی آقا. اصلا اون جا خودش فارسی فوش داده، جا خودش. یه کرد کرد هر کجای دنیا باشه، یه ترک ترک هر کجای دنیا باشه. آره دیگه داداش دیگه فرق نمیده. آقا ترک و کرد نداریم، ولی طرف کرد و ترک نداریم، ولی طرف قومیت ایران رو کلا به فوش کشیده. چیه چیه کردها، چیه چیه ترکا. بعد گذشته از اون داره توهین میکنه به چی؟ به تمام کشتیگیرامون. آره داداش، آره خسر میگه ساعت و پیشپنچه رو فلان این حرفا. آخه بگو بابا، تویی که تنها نمیتونی بری بیرون، تنها تو این کشور غریب نمیتونی تنها یه دو تا خیابونو، اگه راست میگیره داوود از اینه بیا داخل خیابون استقلال یه لایف بذاره، ببینم مال این صحبت هستش، ببینم مال این حرف هستش. تویی که میگی هرچی گوش پنچر و گوشی کسی میاد اینجا آقا نمیدونم فلان میکنه از این صحبت ها، تو وجودشو داری تو روی یکی از این کشتیگیرا وایسی صحبت کنی؟ اصلا نه، یه آدم وجودشو داری تو روی یه ترک وایسی اینجوری صحبت کنی فشار بدی؟ به قرآن پشتیبان تهدیدش کرد داخل خیابون استقلال، چیز داشت اسمش چیه؟ دیسکو داشت. خب پشتیبان یه تلفنی تهدیدش کرد سر هانی، خب خدا شاهد دیسکوشو اینجا جمع کرد و رفت فرار کرد، این سمت هم دیگه نیومده. ای والله. خب اینجور آدم به درد نخور یه شایه، این مردم ایران باید اینو آنفالو کنن اصلا. میچی میگم؟ دقیقا. تا دیگه از این گوخوری ها نکنه، اون که خواهی دعوا نداره، وجود دعوا نداره. اون شهریان میگه اصلا یه دقیقه بیا تو خیابون بچرخه، اون در حد همون دعوای با وحید قضایی میمونه. به قرآن وحید قضایی رو هم مفتری زدن بابا. آره داداش، وحید قضایی آدم بدبختیه بابا، ناموسه. وحید قضایی رو هم مفتری زدنش، بنا در حد همونه. وحید تنها بود، وحید باز وجودش رو داشت، تنها بود، رفت تو دل اینا، تنها بود، تنها بود. ولی اون وجود این حرفا رو نداره، همه چی پول نیستش، همه چی پول نیستش. یارو وجودش رو نداره، میگم یه خیابون تنها بره. مگه نمیگه اینجوری؟ مگه نمیگه مال این حرفا؟ مگه من صحبت نمیکنه پشت گوشی؟ الان سید منم میتونم فوش بدم به یه ژاپن، فوش بدم یه آلمان زیر فوش بگیرم، ولی وجود میخواد من تو خود آلمان تو یکی از خیابون آلمان فوش بدم؟ اونم وجودش داره، بیاد تو خیابون استقلال، بیاد تو تهران، بیاد جلوی چهار تا کرد، جلوی چهار تا ترک اینجوری فوش بده، جلوی چهار تا کشتیگیر، جلوی چهار تا ورزشکار، جلوی چهار تا مرداد فوش بده. پشت تلفنی نباشه، ولی اون پشت تلفنیه، مخابراتیه. پشت تلفن سیمش دراز، من تاسو بشینم اینجا فوش، منم تاسو بشینم اینجا فوش بدم بگم فلانی فلان فلان، ولی باید آدم وجودشو داشته باشه تو رو هم اینجوری صحبت کنه. ولی اون نه، نیستش، مال این حرفا نیستش. اون تا بخوای بری پیشش، تا بخوای بری تو رستورانش، باید 50 تا بادیگارد و 50 تا نمیدونم کردم از این چرت و پرت رد کنی تا بخوای بری داخل رستورانش. پس چی؟ این از طرز چونشه سید. درست. کسی که میگه من مال این حرفام این صحبت ها رو میکنه، نباید ببخشید مادم بذاری یه جای گیر میفته، اصلا این نوشته، این نوشته با این قیافش ایرانی ها دنبال داستان هست، دنبال داستان چی هست با این شکل داستان چی می نویسه؟ نه اوه خدا وکیلی دنبال داستان هست. آقا فرید خالو آرام پاشاتی، خالو آرام زیرک، آقا آرام زیرک عزیزه، خلاصه جایی سن چکردم خلامتم تو تا وردی با تیم من. آقا آرام زیرک عزیز سید، از بچه های خوب سلیمانی عراق ناسمه شرکوره، آقا عزیزه داشت چهار تا مثل اون میگن ایرانی ها دنبال داشت، دنبال داستان چی اصلا؟ دنبال اصلا منم میتونم بگم بی خیال، شهریارم میتونه بگه بی خیال. خب صد بارم به ارواح مردم، سه چهار بارم رفتیم جلوی مغازه اشتادش نبوده، قرار دعوان گذاشتیم نیومده. خب ولی بی ناموس همه رو به فش کشیده. آقا دنبال دا کسی از داستان خوشش نمیاد، ولی اینی که بیاد طرف آدمو به فش بگیره، خب آدم زور داره بهش دیگه داداش، چرا نکنم؟ مگه آدم آبرو رو از همین که کشک آورده
آدم زندگی میکنه برای ناموس سید. خدا بیامرز وحید سر، خدا بیامرز وحید سر یه فوش ناموسی یه رفت دیگه. تاش آدم یه روزی به دنیا میاد، یه روزی هم از دنیا میره. یه آدم زندگی میکنه برای ناموس. بعد یه چون نشوره اینجوری که بیاد مثلا ناموس و زنده مرده هرچی ترک و فوش گیره فوش به آدم نمیره واقعا سید. آدم واقعا چجوری بهت بگم، ولی خب بعضیا ببخشید میگن داستان حسن، بعضیا میگن هانی، میگن بعضیا میگن هانی آدم خوبیه. حسن آقا آدم خوبیه، خب سید منم میگم حسن آدم خوبیه. خب اگه آدم خوبیه مگه این داوود رفیقش نی؟ ها مگه بیشیاری با هم نیستن؟ مگه داوود هم چی حرفی نزده؟ خب به اونم میرسه دیگه، به اون نمیرسه؟ درود به شرف. همینه گفتیم دیگه، ما صد بار اینو گفتیم. اگه خب به اونم میرسه دیگه داداش، به اونم به اون نمیرسه. یعنی میخواد کسی رو بشناسه از خانوادهش میشه سر رفیقاش میشناسه. این رفیقای هانی کنم، اینی که داشت میشه میگه من کردم و من فلانم و من اسدآبادیم و گنم و فلانم، خب بیا چونی از سید زینب پریدی رفتی تو بغل داود عزینه، کجایی تو؟ آدم پدر نخور، آدم یه شایی هن بابا. سه جان ببخشم خالو شهری هم من پشت خطی دارم ای زنگ میخوره. قربونت برم سه جان عزیز دل من، این خیلی خوشحال شدم. قربونت برم سه جان در خدمتتونم عزیزای دل من، من نوکرتم سه جان، خیلی خوشحال شدم. قربونت برم، مدد تو بشم، مدد بشم. قربونت برم یا علی.